راستش من هفته گذشته یک موضوعی رو خیلی کوتاه گفتم من سالها گذشته مثلا یک کتابهایی رو میخوندم که هیچی نمیفهمیدم و بعدا تفاسیرش رو خوندم و شاید یه چیزای دیگه ای فهمیدم. آدم در نکاتی از زندگیش، در هر جایی از زندگیش یک تفکراتی و یک باورهای نسبت به عشق داره و هر چیزی داره، یکی شال عشق هستش. اینکه ما از عشق تصورمون چی هستش، یعنی آیا عشق در سن 16 سالگی چی بوده، الان برای چی هستش وقتی که 42 ساله هستش با این همه تجربه، اینو کار نداریم. من عشقی که از نگاه رومی داره صحبت میشه که به نظر من حداقل این عشقی نیست که ما داریم، ولی میگه که عشقی که در تو وجود داره مانند پلی هستش ما بین تو و تمام آن چیزی که در بیرون هست، و این اصل عشق ورزیدن، محبت داشتن رو داره کاملا اونجا لحاظ میکنه و از یک چیز یا یک فاکتور غیر واقعی صحبت نمیکنه، یک فاکتوری که وجود داره ولی باید بهش برسی. این عشق چیزی هستش که بعدش میگه مولانا باورش بر اینه که عشق یکی از المنت های اصلی در کانکت کردن یا ارتباط دادن تو به جهان بیرونت هستش با همه چیز، و اون رو به عنوان یک ببینید مثلا وقتی که ما میگیم محبت، شاید یک محبت یک حالت بیرونی واقعا نداشته باشه، نتونی بهش بگی که چی هستش، ولی اینجا میخواد بگه که در درون تو واقعا یک نعمتی، یک چیزی وجود داره که اگه بتونی بهش برسی، عشق رو همساته میتونی هم میتونی بگیری. و اون عشق با این عشق که ما صحبت میکنیم، من به نظر من چیزی که این داره میگه فرق. بعد برمیگرده میگه که اصلا اصل این پل بین تو و بیرون تو بر مبنای این هستش که یک اتحادی را ایجاد بکنه. اصلا آفرینش این رو خواسته و اسم این رو هم عشق گذاشته، یعنی در یک همپیوستگی همه مردم با همدیگه و با عشق زندگی کرده. ولی خب چنین چیزی طبیعتا اتفاق نمیفته، چون اون عشق بسیار سخت هستش که تو به جایی برسی که بتونی واقعا عشق بورزی بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشی که در روبرو چی بگیری. مولانا میگه که آن چیزی که شما به دنبالش هستید شما را به دنبال خودش میکشانه. مولانا معتقده که هر چیزی که میخوایم درون خودمون قرار داره. به قولی قرآن چی میگه در مورد بشر؟ توی خلق بشر میگه که اشرف مخلوقات هستش، میگه همان اشرف مخلوقاتی که بهش این همه آگاهی داده شده اگه بتونه بهش برسه، وظیفه داره که موانع رو که مانع از دستیابی به آرزوهاش و خواستهاش میشه از جلوش برداره، و ما نیازی نداریم به بیرون از خودمان برای آنچه که به دنبالش هستیم بگردیم. یعنی میگه که تو در نهایت آن کسی که سرت رو میذاری روی شونش خودت هستی. صحبت از این نمی کنه که عشق وجود نداشته باشه. شاید خیلی هم توی مبحث عرفانی نخوان مثلا عاشق زمینی بمونن، با کسی رابطه زمینی داشته باشن یا خودشون رو درگیر بکنن، وابستگی ایجاد بکنن، اما نهایتا اگه آدم با کسی که آدم خوبی هست روبرو بشه شاید رابطش هم ادامه بده. اما میگه نباید به نیازی به بیرون از خودمان برای آنچه که به دنبالش هستیم بگردیم. یعنی فرض کن، مثال بزنم، میگه که نباید اینطوری باشه که بگی که من که حالم خوب نیست بذاری یه رابطه شروع بکنم. سومین مورد زخم. میگه زخم جایی هستش که نور وارد بدنتون میشه، یعنی زمانی که زخمی میشید از هر چیزی، اون زخم که دقیقا حالا تایتل چیزی هم که من دوست داشتم باشه ویدیو، شاید این بهتر میبود که گذر از زخم به سوی رشد، و مهمترین درسش هستش و سختترین درسش هستش. میگه که از درست باید بتونی عبرت بگیری برای اینکه وارد بکنی اون نور رو، اون
صحت رو به زندگیت یا به جای زخم. و ادامه میده، میگه که معتقد بود که مبارزات و دردهایی که ما در واقع در مسیر زندگی برامون اتفاق میفته همه جزء فرصتهایی هستن برای رشد و تحولمون، همه یک فرصتی هستن که تو خودت رو به یه آب و آتیشی بزنی. ببینید یه چیزی بگم بهتون، من دیروز فکر میکردم که توی ایران چه داستانهایی ما نداشتیم. مثلا داستان رفتم به مدرسه اول ابتدایی و روزای اول و بعد اون پنجم دبستان که میشد برای اولین بار اون موقع امتحان نهایی میدادی، معلم خودت نمیبودن، نمیدونم سربرقا رو میچیدن و از این حرفا، بعد سوم راهنمایی، بعد پیش دانشگاهی، همینطوری. بعد من یه جایی وایستادم گفتم که چقدر عجیب غریبه، این زندگی پر از ایناست. مثلا تو فکر کنم دانشگاه سربازی بود. بعد وقتی که به این نگاه کردم، الان امروزی که این مطالب رو میخونم به این دارم فکر میکنم، یعنی یک آفریننده نمیاد هیچ چیزی رو بذاره جلوی پای آدمایی که آفریدتشون تا امتحانشون بکنه، تا زخم بزنه، تا مبارزه رو بچشونه، تا بفهمه درد چیه، تا هی اون خودش رو بالا ببره و بالا ببره. پس این یکی از مهمترین نکات هستش. اونم به نظر من اینجا بیشتر همون دیدن آدم‌های مختلف هستش میتونه باشه، یا در برهای مختلف مشکلات مختلفی رو از سر گذروندن میتونه باشه، مثل مریض بودن، مثل یک رابطه بد رو تجربه کردن، مثل یک گذر از زندگی تلخ رو تجربه کردن، هر چیزی میتونه باشه. یا چه بگم، یه جورایی اگر بیاریمش در مایه های زمینی روش فکر بکنیم، وقتی میخوری زمین چسب میزنی، پانسمان میکنی، میشوری، مواظب بشی، یعنی اونو باید تا رشد بدی و به جای بهتر برسونی. زخم هم همینطوری هستش، و زخم زندگی وقتی بهت میخوره، زخمایی که به همراهتون هستش، دروازه های ورودی شفا و روشنایی هست.